واقعیت در مورد زمانهایی که ما افسرده هستیم. دوست خوب من، بعضی اوقات دنیای ما تاریک میشه، تاریک تاریک. گاهی ما میدونیم چرا دنیامون تاریک شده و گاهی هم نمیتونیم بفهمیم چرا. به هر حال ما چه دلیل تاریک شدن زندگیمون را بشناسیم یا نه، باید یک نکته مهمی را راجع به خود تاریکی بدونیم. اینکه تاریکی میتونه ما را کاملا زمینگیر کنه. تاریکی میتونه زندگی ما را کاملا متوقف کنه و از هم بپاشه. تاریکی میتونه موجب بشه تا ما خودمون را از دیگران پنهان کنیم و در انزوا به سر ببریم. تاریکی میتونه انرژی و اشتیاق برای کار و خلاقیت را در ما نابود کنه. اما دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان دارید، میتونید برای غلبه بر افسردگی و تاریکی های زندگی خودتون از او کمک بگیرید. بله، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، دیگه مجبور نیستید از تاریکی های زندگی بترسید و در افسردگی و انزوا به سر ببرید. عزیزان، عیسی مسیح خداوند در جسم انسانی ظاهر شده بود که در نهایت فروتنی در محبت بیمانندش برای نجات انسان گناهکار از خدا دور شده به این جهان آمد. عیسی مسیح در نهایت فروتنی به شکل انسان آمد تا داوطلبانه جان خودش را به جای ما فدیه کنه و تاوان تمامی گناهان ما را یک بار برای همیشه بپردازه. از اون به بعد هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان میاره، خداوند گناهان او را میبخشه، او را به فرزند خواندگی برمیگزینه، به او حیات ابدی در نزد خود در بهشت هدیه میده و تا روزی که آن شخص زنده هست توسط روح مقدس خودش روح القدس در او زندگی میکنه. روح القدس در شخص ایماندار به خداوند عیسی مسیح زندگی میکنه تا در تمام طول زندگیش هادی، حامی و مدد کننده او باشه. عزیزان، خداوند بسیار مشتاق تا تمامی ایمانداران به وی او را به بهترین وجه ممکن بشناسند و با او در رابطه گرم و نزدیک زندگی کنند. خداوند همچنین بسیار مشتاق تا تمامی ایمانداران به وی از خواست و اراده خاصی که برای زندگیشون داره به خوبی آگاه باشند و در آن اراده الهی زندگی کنند. خداوند اصلاً مایل نیست تا هیچ کدام از ایمانداران به وی در ندانمکاری و افسردگی به زندگی ادامه بده. در واقع خداوند دلش میشکنه وقتی میبینه که یک ایماندار به وی در تاریکی، انزوا و افسردگی زندگی میکنه. به همین دلیل که عیسی مسیح برای کمک به آن ایماندار به خود میشتابه. بنابراین دوست خوب من، اگه زندگی شما در این لحظه تاریک شده، به سوی خداوند و منجی خودتان عیسی مسیح بروید. او حتما شما را با آغوش باز میپذیره و برای غلبه بر افسردگی به شما کمک میکنه. شاید شما در این لحظه هیچ راه نجات و شفایی برای خودتون نمیبینید، اما به یاد داشته باشید که خداوند قادر مطلقه. او همچنین خدای دانای مطلقه. خداوند خوب میدونه چطوری از هر خاکستری چیزهای خوب بسازه.
یکی از مفیدترین راه‌های هدایت و کمک خداوند به ایمانداران به خود توسط آموزه‌های کلامشه. بیایید به کلام خدا مراجعه کنیم تا او واقعیت‌های الهی خودش را در مورد زمان‌هایی که ما افسرده هستیم به ما یاد بده. کلام خدا می‌فرماید: به سوی خداوند فریاد برمی آورم و او از کوه مقدس خود مرا اجابت می کند. با خیال آسوده به خواب می روم و از خواب بیدار می شوم، زیرا خداوند از من مراقبت می نماید. آمین. همچنین کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 61 آیات 1 و 2 می فرماید: روح خداوند بر من است، خداوند مرا برگزیده تا به رنج دیدگان بشارت دهم، دل شکستگان را شفا بخشم، به اسیران مژده آزادی دهم و کوران را بینا سازم. او مرا فرستاده تا به قوم او که سوگوارند تسلی دهم و بگویم که زمان رحمت خداوند برای ایشان و روز غضب او برای دشمنانشان فرا رسیده است. آمین. همچنین کلام خدا در مزمور 34 آیات 15 تا 19 می‌فرماید: خداوند از نیکوکاران مراقبت می کند و به فریاد ایشان گوش می دهد. اما او بر ضد بدکاران است و سرانجام اثر آنها را از روی زمین محو خواهد ساخت. نیکان فریاد برآوردند و خداوند صدای ایشان را شنید و آنها را از تمام سختی هایشان رهانید. خداوند نزدیک دلشکستگان است. او آنانی را که امید خود را از دست داده اند نجات می بخشد. مشکلات انسان خوب زیاد است، اما خداوند او را از همه مشکلاتش می رهاند. آمین. باز در کلام خدا می خوانیم: هنگامی که از آب‌های عمیق بگذری، من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد، نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله‌هایش تو را نخواهد سوزاند. آمین. در کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 40 آیات 28 تا 31 نیز می خوانیم: آیا تا به حال ندانسته و نشنیده ای که خدای ابدی، خالق تمام دنیا، هرگز درمانده و خسته نمی شود و هیچ کس نمی تواند به عمق افکار او پی ببرد؟ او به خستگان نیرو می بخشد و به ضعیفان قدرت عطا می کند. حتی جوانان هم درمانده و خسته می شوند و دلاوران از پای در می آیند. اما آنانی که به خداوند امید بسته اند نیروی تازه می یابند و مانند عقاب پرواز می کنند. می دوند و خسته نمی شوند. راه می روند و ناتوان نمی گردند. آمین. و بالاخره باز در کلام خدا در مزمور 42 آیه 11 می خوانیم که: ای جان من، چرا محزون و افسرده شده ای؟ بر خدا امید داشته باش، او را دوباره ستایش کن، زیرا او خدا و نجات دهنده توست. آمین. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و همیشه از من مراقبت می کنی. از تو سپاسگزارم که همیشه از تمامی حالات روحی من به خوبی آگاهی. خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی برای شفای من از افسردگی به من کمک کنی.
خداوند از تو سپاس گذارم که کلام تو به من در شفای افسردگیم کمک می کند. خداوند از تو سپاس گذارم که مشتاقی تا من همواره در آرامش الهی که هدیه خود تو به من است زندگی کنم. خداوند از تو سپاس گذارم که روح تو همیشه در من است. به من کمک کن تا به دیگر رنج دیدگان بشارت فیض و محبت الهی تو را اعلان نمایم. خداوند از تو سپاس گذارم که نزدیک دل شکستگان هستی. خداوند از تو سپاس گذارم که به من خسته نیرو می بخشی و قدرت عطا می کنی. خداوند من به توان، حکمت و محبت الهی تو ایمان دارم. از تو درخواست می کنم تا مرا از افسردگی نجات دهی. خداوند من تمام خاکسترهای زندگیم را به تو تقدیم می کنم و ایمان دارم که تو قادری تا از آنها چیزهای خوب بسازی، چیزهایی که موجب جلال نام تو و برکت من خواهند بود. خداوند تو از تمامی مشکلات بسیار من هم به خوبی آگاهی. من ایمان دارم که تو به من کمک می کنی تا بر تمامی مشکلاتم غلبه کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.